آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. ما فرید یونس، گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس هستم. وطن، وطن من، شگوفه سخن من. که زن و مرد در اسلام از نیروهای مدنی مساوی است. این برنامه سرخ تن وطن کفن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خانواده شریف و مسلمان افغانستان، خواران برادران گران قدر، جوانان نازنین، هم از دختر و پسر که حقوق شما از نگاه مدنی در اسلام مساوی مطلق است در افغانستان و سر تا سر جهان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز روز سه شنبه 12 جنوری 2021 میلادی است و ما فرید یونس، گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو، از تلویزیون جهانی آریانا افغانستان در خدمت شما هستم. موضوع اصل برنامه موضوع خلع در اسلام است که از اروپا یک سوال داشتیم و از من خواهش کردن که موره به انگلیسی نوشته کنم که برای امام یکی از مساجد در اوجه بتن. بعد از من یک برادر خواهش کرد که ایره به فارسی هم نوشته کنیم که همو کارام کردیم و بالاخره خواهش شد که اگر که امی به تلویزیون هم گفته شد، برای از اینکه یک تعداد در واتساپ و فیسبوک و اینا نیستن اما تلویزیون میبینن. با کمال تاسف اطلاع حاصل کردیم که آقای امیر محمد کیفی، استاد امیر محمد کیفی، سابق استاد زبان انگلیسی در دانشگاه کابل در شمال کالیفرنیا، دایی عجل لبیک گفت انا لله و انا الیه راجعون الحکم لله. ما جناب مرحوم کیفی را از نزدیک میشناختم و پرسال که بر من تلفون کرد که امی تفسیر یونس بر من رایی کو و برش رایی کردم، بسیار زیاد لذت برده بود از مطالعش و در امریکا هم یکی از کسایی بود که اول در کانتی کانترا کاستا کار گرفت و افغانها را بسیار زیاد کمک کرد و در اثر مریضی که عاید حالش بود با عمر 84 دایی عجل لبی گفت. من از طرف خود و از طرف همکاران خود در تلویزیون جهانی آریانا افغانستان به عبیب جان و کبرا جان اولادای نازنینش و به تمام خانواده گرامیشان در امریکا و در سیاتل واشنگتن و تمام دوستانشان و فرهنگیان و معارف کشور تسلیت درز دارم. خداوند غریق رحمتش کنه و بهشت بر این جایش باشه. انسان شریف بود، ما ازش بدی نیده بودیم، بسیار معزز بود، روح شاد و بهشت بر این جایش بود. همچنان جوانان یونیورسیتی آف کالیفرنیا دیویس، یونیورسیتی آف کالیفرنیا سانتیاگو، یونیورسیتی آف کالیفرنیا سان فرانسیسکو و دو سه یونیورسیتی ریورساید در جنوب کالیفرنیا، لس آنجلس، اینا یک دفعه دیگه یک جای شده بودن که یک فندریزینگ کردن برای چیز، برای افغانستان، ولی باز یک فندریزینگ میکنن برای افغانستان. ما اول از این جوان ها بسیار قدردانی میکنم که اینا همیشه به فکر افغانستان هستن، با اینکه اینا
یا دهیج تولد شدن و یا دهیج کلان شدن. و اولی که قابل افتخار است که اینا کلشان در یونیورسیتی های بسیار مشهور امریکایی مثل UCLA, UC Davis, UC Berkeley, UC Riverside, یعنی کالیفرنیا، در کالیفرنیا یونیورسیتی ها زیاد است، خصوصی و غیر خصوصی. اما یونیورسیتی هایی که به نام یونیورسیتی آف کالیفرنیا هستن از یونیورسیتی های بسیار مشهوره، نه تنها که امریکا بلکه از جهان هستن. اینا الحمدلله در اوج تحصیل میکنن و دوم در پولی تحصیل اینا به غم افغانستان هستن. من از این جوانان نازنین بسیار زیاد قدردانی و تحسین میکنم و برشان زندگی خوش میخوایم و دفته آینده ما باز در برنامه انگلیسی خود که از امید 24 چی میشه پخش میشه. این فندرایزینگ شما میتونین که به وبسایت charity.gofundme.com charity.gofundme.com charity رو خونم میفهمین .gofundme F-U-N-D-me مثل ما gofundme.com charity.gofundme.com $10 هم کروان کنین، $5 هم کروان کنین، شما میتونین که به افغانستان کمک کنین. و اینا این دفعه دوم است که این تشبس نکردن، بسشون بسیار زیاد تبریک میگم به تمام جوانانی که در دانشگاه های کالیفرنیا در این سم گرفتن. یک چندین سوال آمده که بر شما باید جوابش بگویم و همچنان پیش از اینکه به سوال ها برم، از بی بی جمیله جان رهین که در ایالت ورجینیا زندگی میکنن بر من، چون من تال 12-13 دفعه شده که تاریخ افغانستان بسیار کوتاه کوتاه یکی از دی و یکی از درختان نوشته میکنم و این بسیار زیاد استقبال هم شده. بر من یک کتاب تاریخ نو که من یک کتاب تاریخ ندیده بودم بر من روان کرده که یک جلدش چاپ شده. کتاب تاریخ مندازی نمر جان، این کتاب تاریخ نو چاپ شده در افغانستان، جلد اولش است، به نام امان التواریخ. و ما تانستیم که مقدمه‌ش فعلا بخوانم و جمیله جان رهین بر ما وعده کردن که جلدای دیگه‌ش هم که چاپ شد بر ما روان میکنن. این تألیف مرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان با حواشی و خط مرحوم فیض محمد کاتب با تصحیح و مقدمه دکتر سید مخدوم رهین. آقای رهین سابق وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بودن و اولی هم در افغانستان زندگی میکنن و همسر گرامیشان جمیله جان رهین این کتاب بر ما تحفه روان کردن که از بی بی یک جهان تشکر میکنم. حتما کتاب بسیار کارآمد است که در نوشتای خود معزی استفاده میکنم. امان التواریخ در کابل چاپ شده و میگن در 5-6 جلد است و این جلد اولش است و جلدای دیگهش زیر کار است. در برنامه مطال دو برنامه انگلیسی پخش کردیم در هفته دیروز و هفته که گذشت. من در برنامه دیروز گفتم که نکای فیودالی، باز یک برادر ما سوال کرد که این نکای فیودالی را ما هیچ وقت نشنیده بودیم، هیچ قسم نکاست. من همیشه گپای خود دارم و کتاب میتونین پس کنین چی جان خلاش. من همیشه گپای خود دارم و نکای فیودالی اوسته که یک بچه زن میکنه به مصرف پدر و مادر خود، یک بچه زن میکنه به مصرف پدر و مادر خود و ای را من نامش ماندیم نکای فیودالی و ای یک نکای مکروس. چرا مکروس؟ بخاطر از این که یک حدیث حضرت رسول کریم است که یک زن پیشش میاد و این زن برای حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم میگه که مرا نکاح کو برای خود. برای از این که در اسلام واقعی، در اسلام واقعی زنان میتونن که خواستگاری کنن، مردان میتونن که خواستگاری کنن، اما این حق زنا که زنا میتونن خواستگاری کنن، این نظام قومی و قبایلی افغانستان و یا دیگر کشورهای اسلامی از زنا گرفته، در حالی که زنا میتونن خواستگاری کنن، مردم میتونن خواستگاری کنن. و حضرت بی بی خدیجه کبرا
از حضرت رسول کریم خواستگاری کرد، نه که حضرت رسول کریم از بی بی خدیجه کبرا خواستگاری کرده باشم. این زن هم از حضرت رسول کریم خواستگاری کرد که مرد نکاح داخل کو، مرد نکاح کو. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم برش گفت که من به زن احتیاج ندارم. در اونجا یک صحابه شده بود، صحابه کسایی را میگن، بر کسایی که معلومات نداره، که حضرت رسول کریم به چشم دیده باشه و باش صحبت کرده باشه. این صحابه است، اینا صحابه بسیار مشهور هم است و صحابه هستند که اونا مشهور نیستن و نامشون در تاریخ خدر برای زنده نیست. اما تمام کسایی که با حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم صحبت کرده و به چشم دیدش، اونا صحابه هستند. و موجه یک صحابه ششته بود، گفت یا رسول الله، خیلی تو که به زن احتیاج نداری، امیره به من نکاح کن. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم گفت مهر داری؟ گفت نه، من آدم فقیر هستم، مهر ندارم. گفت برو در خانه بیبی که یک چیز داشته باشی. ای آدم رفت در خانه، پس آمد گفت من هیچ چیز ندارم، مهر بدم. حضرت رسول کریم سه دفعه ای آدم روان کرد، سه دفعه که تو برو ببین که حتی یک دانه خرما مگه داشته باشی. و پس آمد که من هیچ چیز ندارم، من آدم فقیر هستم. و ای زن از مرد پرسان کرد، گفته که تو آیات کلام الله مجید در سینه خود داری؟ و مرد گفت بله، من اینی سوره رو من دارم. از ای زن پرسان کرد که امی آیاتی که در سینه خود داره، تو امیره به حیث مهر قبول میکنی؟ ای زن گفت بله، اینا رو نکاح کرد. در این قصه چی اپ است؟ در این قصه ایسته که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نگفت که بابیت پیسه داره، برادرت پیسه داره، یا بابا و برادرت یا کاکایت یا مامایت چیز داره که مهرت را بده. گفت خودت مهرت را بیار. پس این کسایی که این کسایی که از پول پدر و مادر خود نکاح میکنن، پیش شخص ما محمد فرید یونس، این نکاح مکروه. بعضی که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم سه دفعه یه آدم روان میکنه، برو ببین که تو مهر داری یا نداری. لذا یک کسی که نکاح میکنه باید که خودش با پای خود استاده باشه که مهر بده و نفقه بده، نه اینکه از جیب پدر و مادر خود نکاح کنه و در جیب پدر و مادر خود بخوره و در خانه پدر و مادر خود زندگی کنه. و من هم از زیر مانده نکاح فیودالی و این پیش من مکروز. و من همی داستان ها را که خواندم، من تصمیم گرفتیم که من پرسان میکنم که آیا خودت نفقه داده میتونی یا نمیتونی، یکی. و دوم، ما به تمام کسایی که نکاح عقد میکنن در اروپا و امریکا باید که از مرد پرسان کنین که شما مسلمان هستی یا نیستی. بعضی که امروز یک آدم روی عنانه، روی یک عرف میاد میز نکاح میشنه، اما هیچ مسلمان نیست، افغان است، مسلمان نیست. و ما بسیار کیسای خانوادگی داریم در آلند و دنمارک و اینا که آل آستاستا معلوم شده که او آدم هیچ اعتقاد نداره به اسلام و امی نکاح یک عنانه شده که برو نکاح کو. اما شرایط نکاح، اصول نکاح، مفردات نکاح، رکن نکاح، اینا رو هیچ کس بر کسی نگفته. و ایره من متوجه شدم که یکی از کسایی را که من شناختم چند وقت پیش که دختر مردم را گرفته در حال که خودش هیچ ایمان نداره و وامول دادن و فکر کردن که مسلمان است. و این بسیار بسیار عجیب یک قصه است. و ما با تجربه زندگی خود یک چیز فهمیدیم که ایمان که نباشه تمام زندگی زیر روز، باور کنین، ایمان که نباشه تمام زندگی زیر روز.
لذا باید کسایی که نکاح عقد میکنن پرسان کنن که تو اول نفقه داده میتونی یا نه، یا با قوت مادر و پدرت و برادرت و کاکایت و مامایت میخوای کارسی کنی، و دوم مسلمان هستی یا نه، نفقه خود میداده میتونی مسلمان هستی یا نه. از اینکه آدم میتونه نفقه بده و از این کار داره اما مسلمان نیست، و خصوصا از وقتی که ما هجرت کردیم در غرب این گپا بسیار زیاد شده که یک آدم مطلق به عقیده است. من کدام مخالفت به عقیده مردم ندارم، برای اینکه یک موضوع شخصی مردم است، اما من مخالفت به فریب خانواده دارم که خانواده را فریب میتن که بچهشان مسلمان است در حالی که مسلمان نیست. این بود نکای فیودالی. یه خوارمو از استرالیا، از شهر سیدنی استرالیا تلفن کرده بودن به نام ترینا جان احسان که ما آیا فارسی بگوییم زبان ما یا دری؟ نه، زبان ما فارسی است. یکی یک خیانت کلان در افغانستان شد و زبان فارسی را تکه تکه کردن و بی اهمیت ساختن و او را باید قانون اساسی هم انداختن و چند نفر آدم دانشمند و ادیب و هر کسی که بود کوش که زنده است خدا جانش را جور داشته باشه، اوش که فوت کرد خدا ببخشش، چپ خدا گرفتن. این مشکل من نیست. زبان مادری ما فارسی زبان ها فارسی است، دری نیست. دری یک لهجه است و من تا که بمرم من زبان ما منشتر میکنم زبان ما دری است. این که در شعر سعدی و نا یک دری آمده به این معنی نیست که او یک زبان است. و من در انتروپولوژی یک بخش کار من لنگویستکس بوده، زبانشناسی، و نه تنها که زبان فارسی را به اهمیت ساختن. حال مثلا یک کسی میره در یک محکمه امریکایی و در افغانستان کلان شده میگن زبان چیز میگه فارسی، فورا میرن یک ایرانی رو برش میارن، برای از اینکه اونا فکر میکنن که فارسی تنها از ایران است. و ما دودسته گرفتیم فارسی رو به ایران دادیم به خاطر زدیت به ایران، به خاطر زدیت به شیعه. ما زبان فارسی را که از افغانستان بود و از قطعه خراسان بود و از آریانای کبیر بود ما درسته به ایران دادیم. پس وقتی که گله میکنن که چرا ایرانی ها حافظ و سعدی و نعیف و مولانا را کلی به نام خود میکنن، به خاطر از اینکه شما امیر همین کار را کردین، درسته فارسی را برشان دادین. ابدا این کار ایگه پا نزن. او کسایی که دمی کابل یک گب بود، یکی محمدزایی بود، یکی محمدزایی بوی. محمدزایی یک طبقه بود، یک مردم بود، یک در سلطنت دادشان بود، یک مردم بودن در کلاس دیگه بودن و در بینشان خوبان بود، خرابان بود، آدم های بسیار بسیار دانشمندان بود، آدم های بسیار زیاد لوده و دیوانان بود. باز یکی محمدزایی بوی بود در کابل. کمی وضع افغانستان هم که تا اندازه زیاد خراب کرد، این محمد زهی بویا خراب کرد. ایران برتان بگویم ایناله در قصه فارسی و دری و نگپ هم هست. یکی خواهی فارسی زبان های سچه مثل ماست که ما میگیم زبان ما فارسی است، یکی اونا بوند که قوم و قوم بازی و قوم پرستی و اینا خودم مصالحه کردن به میگپ ها. من خودم مصالحه نمی کنم. و چرا خودم مصالحه کنم؟ زبان مادری ما کسایی که فارسی زبان است فارسی است، دری نیست. در تمام شواهد است که دری یک لهجه است، زبان نیست. یک داد شعر سعدی و دیگر و دیگر هم میکشن، این کدام سند نمیشه که دری یک زبان باشه. و خصوصا در نگاه زبانشناسی گرامر یک زبان، الفبای یک زبان، ادبیات یک زبان که یکی باشه و زبان یکیست. پس مولانا و وقتی که شما مولانا را میخوانین، مثلا لغات محلی بر کل کشورها فرق میکنه. مثلا ما لغات محلی در ایراد داریم که در کابل نداریم، لغات محلی در مزار شریف داریم که در کابل نداریم. لغات محلی ای به این بانه نیست که یک زبان دیگه است.
زبان وقتی گرامر یا صرف نحو یا دستور زبان یکی باشه، الفبا یکی باشه و بزرگان ادب از او زبان یکی باشه، او زبان یک زبان است. مثل که زبان انگلیسی استرالیایی لهجهش فرق میکنه نظر به انگلیسی امریکایی، و انگلیسی امریکایی لهجهش فرق میکنه نظر به انگلیسی انگلیس، اما یک زبان است. فارسیام زبان منطقه است و این خیانتی که در افغانستان شد و این جفایی که به زبان فارسی شد، اینه بر ترینا جان از در استرالیا بگویم که این دیگه آل مشکل ما دیگه نیست که ما خود مصالحه کنیم و امو جفایی که در سابق کردن ما امو جفا را ما مرتکب شویم. نه، گفته امریکای over my dead body. یک برادر ما سوال کرده بودن در مورد اقبال، کتاب اقبال هم میپرتین نیچی جان؟ این کتاب کلیات اقبال است که من اتفاق افتیده که اگه 80% اشعار یا کلیات یا اینای بزرگان زبان فارسی رو در خانه دارم، نمیگم که 100%، اما 80%ش دارم، مثل اقبال و بیدل و حافظ و فردوسی و نمیفهم نظامی گنجوی و اینا، میارم یارو دارم اما نمیگم که کلش دارم. ای اقبال است. یک برادر ما تشکر چی جان، یک برادر ما سوال کرده بودن که در مورد اقبال و تصوف شما چی فکر میکنین؟ اکثر بر شما بگویم که همین موضوع رو همراه یک دوستم که نامشان میگرم، قاضی صاحب عمر جان مهربان صحبت کردیم که یک کسی که در یک جای کلان میشه، محیط سر از او یک تأثیر داره و علما و دانشمندای اسلام همشان در امپراتوری ها بزرگ شدن. امی علمای بسیار بزرگ اسلام اینا در قریه و در روستا کلان نشدن، اینا در امپراتوری ها کلان شدن. وقتی که اسلام یک صلابت داشت و یک صلاحیت داشت و یک هیبت داشت، اینا کلان شدن. پس محیطی که شما کار میکنین، مثل که ما امروز در یک امپراتوری کار میکنیم، ما در امپراتوری امریکایی کار میکنیم، بله امروز امریکا یک امپراتوری است. شما در کدام کنج دنیا نمیبینین که کشتی های جنگی یا ناوگان جنگی امریکایی در اوجا نیست؟ در کدام کشور نمیبینین در اکثر کشورها که در اوجا عسکر امریکایی نیست؟ اینا یک امپراتوری است. بزرگان دین و بزرگان ادبیات اینا اکثرا در امپراتوری ها کلان شدن. پس اون محیطی که اینا کار کردن سر نوشتهشان و اخلاقشان و تعذیبشان اینا یک تأثیر بسیار بزرگ داشته، مثل که سر اخلاق ما اینمی امپراتوری امریکایی یک تأثیر داره، اتونیسته که نداشته باشه. اینا اقبال لاوری، علامه اقبال لاوری، ای در شبه جزیره، در شبه قاره هند بود و بلومدار در یک فضای استعمار و یک تصوفی که در اوج رفته بود از خراسان زمین، ای شعر گفته و کارهایی که متصوفین اوج در پاکستان کردن معلومدار کارهایی بوده که اصل تصوف نبوده، اونا تصوف نما بودن. برای اینکه ما هم تصوف نما داریم هم مولا نما، مثل که من نام نمیگرم که با سرشون بد میخوره، از همین خانواده مذهبی یکی دو نفر هم میشناسم که حالا با قسم جدشان و اینا لباس ها میپوشن و باز یک چیز که گلونگ یک سفید میمونن و باز یک شوالک هم در سر سانه خودم فکر میکنن که یا مثل جد و پدر کلانشان است. در حال که سلسله خلاص شد، رفت، مرد، در گرفت، اما اینا میخواین که خودم مولا نما نشان بتن، یعنی که ما مزمو به مو خانواده هستیم. ما با بسیار جالب چیز که با دهیجا شورت میپوشن و دلب بحر میرن و دهیجا نکتایی میزنن، با افغانستان که میرن بازمو لباسای
عبا و قبا و شالک و سرشانه و ترا را مندازن که بسیار بر ما جالب است. این حال اقبال لاهوری در یک فضای کلان شده بود که شعر میگفت و یک فضای بود در هندوستان قدیم و همین هندوستان که ای کلان شده بود و بالاخره پاکستان شده تگپا که در اوجه همین مسائل تصوفی را بالکل غلط تمثیل میکردن. از این مخاطر یک شعرش ما از کلیات اقبال برتون آوردیم به نام زمن بر صوفی و ملا سلامه. ببینید هم مخالف صوفی جگب زده هم مخالف ملا، برای از اینکه ملا همیشه به تنگ نظری و تعصب و بدبختی مردم را چی کرده و همیشه مردم از قبر ترسانده، از دوزخ ترسانده، یوازی که از محبت خدا. و متصوف او وقت چی کرده؟ متصوف این کارهایی که امروز در ویدیو میبرین که کله خود شور میته و کارهای عجیب و غریب میکنه و یکی پایش ماچ میکنه و ترا، که چیزهایی در تصوف براستی نیست. باز اقبال چی میگه در کلیات خود که زمن بر صوفی و ملا سلامه که پیغام خدا گفتن ما را، ولی تأویلشان در حیرت انداخت خدا و جبریل و مصطفی را. یعنی ما فکر نمیکنم که اقبال علامه اقبال لاهوری نفهمیده که تصوف چی است، ولی زیکی بسیار یک آدم یک مرد دانشمندی بود، اما نظر به مسائل جامعه شناسی و انتروپولوژی اینای منطقه ای کسایی را دیده بود به نام صوفی که کارهای میکردن بسیار مزخرف، یا کسایی را دیده بود به نام ملا. بعضی خود ملا یک چیز بسیار خوب است، ملا یک کلمه بسیار خوب است، یک کلمه بسیار عالمانه است، اما این همین ملای عادی را سرش همین شعر چه کردن به ارتباط سوال از او. یک برادر دیگه ما زنگ زده بودن که شما بسیار قشنگ تفاوت میان عرفان و تصوف تشریح کردین، اما در سوال وحدت الوجود هم بود، او شما او را تشریح نکرد. من فکر میکنم که وحدت الوجود ما تشریح کردم، منتها من نگفتم وحدت الوجود. وحدت الوجود یعنی که یگانگی هستی، و ما این چندین بار تا تشریح کردیم که خدا یکیست، جهان یکیست، انسان یکیست، علم یکیست، و ای کلش با هم بسته است، یک بافت داره، ای چیز از دیگه جدا نیست. برای اینکه اول یک آدم باید توحید بفهمه، یگانگی خدا، بعد از وحدت الوجود. وحدت الوجود تنها یگانگی خدا نیست، وحدت الوجود یعنی تمام نظام هستی یکیست یا نظام خلقت یکیست. و زیادتر این واژه را امی وحدت الوجود به ابن عربی نسبت دادن، با این که ابن عربی نام مکملش از محی الدین محمد بن علی بن محمد بن عربی که در 1347 میلادی 700 سال پیش فوت کرد، با این که ابن عربی خود شخصا امی واژه وحدت الوجود استفاده نکرده، اما از آثاری که از خود به جای گذاشته امی وحدت الوجود یعنی که به دست ما رسیده. و امام غزالی علیه رحمه که کیمیای سعادت و احیاء علوم الدین و نیفام جواهر القرآن و امینا را نوشته کرد که بسیار زیاد یکی از علمای بسیار بسیار مشهور جهان اسلام است، بازو گفته که او گفته که هیچ وجودی غیر از خداوند نیست، وجود فقط با یکتای حقیقی مطلق است. و پیش صوفی به گفته غزالی میوه حقیقی صعود یک صوفی است. اما وحدت الوجود همیست که تمام نظام هستی یکیست، دو تا نیست، خدا یکیست، انسان یکیست، علم یکیست، جهان هستی یکیست، و ای کلش به هم پیوند داره و کلش از خدا نشط میکنه و پس پیش خدا میره.
و یک چیز تصوفی رو بر شما در اینجا میگم که مثلا حمد ستایش را که از یک گل میکنی، حمد ستایش که از یک گل میکنی، اساسا تو حمد ستایش خدا را میکنی، برای در زیر از گل به حساب فلسفه تصوف خداست، گل از حلاوات خداست و مظهر زیبایی های خداست. و از همین خاطر است که در تصوف و توحید در دویش آمده که شما خدا را نمیبینین، خدا را با چشم نمیبینین، کدش گپ زده نمیتونین، لمس کده نمیتونین. پس چطور میتونین خدا را بشناسین؟ از روی خلقتش میشناسین. و راستی که شما همی حالا ویدیوهای بسیار کلان بسیار خوب برآمده سر از ابهار و زیر او و پرندگان و نمیفهم گلهای رنگ و رنگ و دیگه و دیگه که شما که میبینین این ای اتفاقی نیست که اتفاقی باشه و با اتفاقی این ساخته شده باشه، مشهود به ای که یک سانه بسیار بزرگواره، یک سانه بسیار بزرگی به نام خدایی داشته باشه. و دلیل شما نمیفهمیم بسیاری چیزاست در خلقت که ما هیچ دلیلش نمیفهمیم، که دلیلش ما هیچ نمیفهمیم که چرا همی هست، هیچ ما نمیفهمیم، کوشش میکنیم بفهمیم اما تا حال تمام خلقت ما نتونستیم بفهمیم. آمدیم سر مسئله خلا. اول باید بفهمین که نکاح از نکحه آمده، امی واژه نکاح از نکحه، نکحه یعنی قرارداد، پیمان و موافقت نامه. این پیمان و قرارداد موافقت نامه را زنم میتونه که فسخ کنه، مردم میتونه که فسخ کنه. منتها در نظام های قومی و قبایلی افغانستان و دیگر کشورها، ایران و هر جایی که هست، امی حق زیادتر از زن گرفتن و اینمی که زن نکای خود فسخ میکنه، اینمی را خلع میگن در شریعت. وقتی که زن نکای خود فسخ میکنه این را خلع میگن در شریعت. این حال شان نزول از کجاست؟ یک زن، باز قصه یک زن امرای پیغمبر است، یک زن پیش پیغمبر کریم میاد صلی الله علیه وسلم میگه که شوهر من هیچ کدام مشکل نداره، هیچ کدام عیب و نقص نداره، انسان بسیار خوب است، نفقه من میته، همه چیزش درست است، اما من برای از اینکه در گناه نشم من میخوایم طلاق بگیرم. خوب گوش کنه نیده، یک زن پیش پیغمبر میایه میگه شوهر من هیچ عیب و نقص نداره، هیچ مشکلی نداره، نفقه من میته، آدم خوب است، اما چیزش درست است، اما من برای از اینکه در گناه نشم من میخوایم طلاق بگیرم. حضرت رسول کریم این را که میشنوه میگه که مهر گرفتی؟ میگه یک باغچه را گرفتیم. میگه باغچه را پس داده میتونی؟ گفت بله یا پس داده میتونم. مرد خواست و باغچه را مسترد کرد، زن طلاق کرد. اینال استدلال فقهی و شرعی از این کجاست؟ استدلال فقهی و شرعی از این داستان ایست که اول زنا عقد دارن که طلاق بخواین. او زن معلوم میشد که شوهر خود دوست نداشت یا هر دلیلی که داشت، حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم ازش پرسان نکرد که تو چرا طلاق میخوایی. پس وقتی که خلع صورت میگره، قاضی یا کسی که میانجیگری میکنه یا کسایی مثل ما واره که مسائل خانوادگی رو حل و فصل میکنه، ما عقل نداریم پرسان کنیم که تو چرا طلاق میگیری. یقه نداره کسی، قاضی محکمه یقه نداره چرا طلاق میگیری. برای از اینکه شان و زول همیست که رسول خدا از پرسان نکرد. چرا؟ برای از این در بین زن و شوهر باز گپا می باشه که نمی خواهن کفار شوه. مثلا یک زن یک تکلیف داره،
نمیخواد کنه مفاش شوه. یا یک مرد یک تکلیف داره، نمیخواد کو پابلک شوه کلگی ازو بفهمه. یعنی قدر امیگالک در امریکا میگن پرایوسی، امی پیش یک زن و شوهر مسلمان مطرح است. ازش پرسان نمیکنه که تو چه را طلاق میگیری. پس قاضی محکمه یا کسی که میان جگری میکنه یا امام مسجد حق نداره که پرسان کنه که تو چرا طلاق میگیری، نه از مرد نه از زن. اگه مردم طلاق میده کسی حق نداره که پرسان کنه که تو چرا طلاق میدی، و اگه زن هم پرسان میکنه و طلاق میخواه کسی حق نداره که پرسان کنه چرا طلاق میخوای. این یک گپ. اولی که زن حق داره که طلاق بخواه، دوم کسی پرسان کنه نمیدونه که تو چرا طلاق میخوای، سیم مهر است. میگه مهر گرفتی؟ میگه آه. پس زنی که خلأ میکنه اگه مهر گرفته باید مهر شوهر خودم مسترد کنه. اما در اینجا یک استدلال شرعی دگام است و ویست که چون که گفته که شوی من هیچ نقص و عیب و مشکل نداره، وقتی مهر مسترد میشه که زن ابیوز نشده باشه، بیترامی نشده باشه، حقوقش پایمال نشده باشه، نفقش داده شده باشه، هیچ کدام مشکل نباشه، در اون صورت هسته که زن مهر مسترد نکنه. اما اگر زن حقوقش پایمال شده میباشه، اگر زن مشکل میداشته باشه، اگر زن توهین شده میباشه و صد گپ دیگه، در اون صورت هست که قاضی باید حکم کنه که مهرش مسترد نمیشه. زن خو برده مرد نیست که حتما، و هیچ کس حق نداره که یک زن از حقوق مدنیش و از حقوق آزادیش محروم بسازن. و دیگه که در مسئله خلأ بسیار مطرح است ایسته که زن که خلأ کرده این یا اگه ابیوز شده باشه و از و ارگ اپک شده باشه مرد خودم میتونه که نگاه کنه. این حاله آخری گپیست که آخری گپیست که اگه مرد طلاق نمیته، برای از اینکه ما مردم قومی و قبایلی استیم که ولی ناموس مسو که بمرم طلاق نمیتم شده گاو دیگه که از شریعت میبرایه، قاضی شهر باید که او را طلاق بده. اگر مرد سر و پای میزنه و طلاق نمیده، قاضی شهر باید که او را طلاق بده. ما چون در کشورهای غیر مسلمان زندگی میکنیم و ایجا همی گپا دمون کشورهای اسلامی هم بمی قسم که بر شما تشریح میکنم نیست. ما کل در ایجا زندگی میکنیم در اروپا و امریکا و استرالیا و کانادا و هر جای که هستیم، ما همی صلاحیت هم بر خود دادیم که بر مرد سه دفعه نشته میکنیم تو طلاقش روان کن، و اگه طلاقش روان نمیکنه ما نظر به همی شان و زول و نظر به همی مسائلی که برتان چی کردم، ما یک سرتیفیکیت طلاق برش روان میکنیم، مثل که تا حال چندین بارها همی کار کردیم. و جالب است کسایی که کارهای دینی و اسلامی و ترا میکنن، وقتی که نکاح میشه، ایره که یک دفعه دیگه افتاده بودم بسیار قارشان آمده بود، وقتی که نکاح میشه بسیار به خوشی میرن، و نکاح سنت است، نکاح فرض نیست، یعنی در سنت میرن بسیار به خوشی میرن اونجا میشن و نکاح عقد میکنن و یک قوطی چاکلیت هم میگرن و یک $200 هم میگرن و یک دانه چپن هم میگرن و یک دانه کلا هم میگرن، دنیا گل و گلزار است. در کار سنت ای کارا میکنن. اما طلاق فرض است در اسلام. وقتی که طلاق میخواد که اتفاق بیفته، چی از طرف مرد چی از طرف زن، در اونجا کلی پای خود پس میکشن. ای افکار قومی و قبایلی است که میخوان که حقوق زنا را پایمال کنن، حقوق مردا را پایمال کنن، که من ای کارا نمیکنم. من میگم که امیر خوب سرش فکر کو که پسان پشیمان نشی. و اگه که مرد طلاق نمیده به هر دلیلی که هست، امام مسجد، مسائل کسایی که مسائل نزای خانوادگی را مثل ما الفصل میکنه، یا هر مؤسسه که کارای اسلامی را میکنه، حق داره که یک سرتیفیکیت یا یک تصدیق نامه
طلاق برای زن بده و زن رای خود بگیره و زندگی خود بسازه. هیچ کس حق نداره که یک زن یا یک مرد از حقوق مدنی و قانونی و شرعیش محروم کنه به نام دین و به نام سنت. برای زیگه دین و سنت آمد که مردم از خود حق و حقوق داشته باشه، مردم آزاد زندگی کنه، نفس براحت بکشه. یک زن برده مرد نیست و یک مردم برده زن نیست. نمیتونن ساخته، نمیتونن. قرآن میگه که به خوبی چی کنین، زندگی کنین یا با آبرو با عزت جدا شوین. و من چند تا زن و شوهرها را میشناسم که اینا جدا شدن و بسیار دوست هستن، اولادایشون با هم رابطه داره، خودشان دوست هستن، اما زن شوی شدن نتونستن. یعنی در اجتماع میتونن که مردم دوستای خوب باشن، اما زن شوی شدن یک آرت دیگه است، یک فرهنگ دیگه است. بعضی کسا امی زن شوی شدن هیچ قطعا یاد ندارن که تو زن شوی شون. و این کار بسیار خوب است برای از اینکه ما چرا دشمن شویم؟ یک حق است که خدا بر ما داده، ساخته نمیتونیم، نمیتونیم، جدا میشیم، خلاص. تو پشت رای خود برو، ما پشت رای خود میرم. جنگ و دعوا و توهین و اهانت و لط و کوب و باز پدرش دو بزن و باز مادرش دو بزن و این معلومش که ما اخلاق پایین یک آدم نشان میده، سطح پایین فرهنگیش نشان میده. نمیتونی زندگی کنه، جدا شو. مرد هستی یا زن هستی؟ پس زنا حق دارن که فسخ کنن طلاق خودم اگه میخواین، اما باید که فکر کنن. و یک حدیث دیگه هم، یک حدیث قدسی است، یک حدیث قدسی است از حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم که یکی از چیزهایی که خداوند روا دانسته و یعنی نفرت داره او طلاق است. پس یک زن و شوهر باید کوشش از زمین خود بکنن که از طلاق جلوگیری کنن و از طلاق دوری کنن، مخصوصا که اولاد خرد می داشته باشن. یعنی بسیار خوب است که اگه که خودشان بشنن این موضوع را حل کنن. اگه خودشان نمیتونن، باید یک دو تا کلانای خانواده خود بخواین که اونا بینشان یک میانجیگری کنه. اگه این میانجیگری هم ناکام میمونه، سیومش همیسته که یک مؤسسه مثل مؤسسه که ما داریم در شمال کالیفرنیا، یا یک مسجد، یا یک هر مؤسسه که میکارا را میکنه، ایره دخیل بسازن که اونا بینشان میانجیگری کنه. اگه وام ناکام میمانه، بهتر است که اینا جدا شون، آبرومندانه جدا شون و با عزت جدا شون. او پشت رای خود بره، او پشت رای خود بره. نه توهین، نه اهانت، نه زور، نه فشار، نه یک مرد از حقوق شرعیش یک زن محروم کنه و نه یک زن از حقوق شرعیش و مدنی و قانونیش و زندگی و آزادیش یک زن محروم کنه. ای بود مسئله خاله که هم به انگلیسی نوشته کردم، هم به فارسی نوشته کردم در فیسبوک، این حال در تلویزیونم بر شما گفتم و بخیالم که امروز 15 دقیقه وقت دارم، میتونم سوالا را جواب بگم اگه بتانم، و اگه نتانستم برای زی کار ما علکی صحبت کردن نیست. ما در هفته آینده بر شما جوابش در هفته آینده بر شما میگم، مثل که از آقای نوری را سرش کار کردیم گفتیم. برای از که ما شخصا یک اعتقاد دارم که تنها اعمال ما نیست که آدم گناهکار میشه. ما فکر میکنم که با گفتار آدم انسان گناهکار میشه. از این خود است که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم میگه که مؤمن آن است که از دست و زبانش مردم در امان باشد. و یکان دفعه آدم یک چیز غلط میگه یا یک چیز درست نمیگه یا یک چیز را یعنی آدم باید متوجه گفتار خود باید باشه. و این گفتار شامل کانورسیشن یا محاوره روزمره است. یعنی که یک آدم یک سوال میکنه و سوال من نمیفهمم و الهال یک جواب چتی بتم، نه، من یک محقق هستم و تحقیق میکنم، جواب خودم میتونم. منتها من که جواب خودم برتان میتونم، مانعی نیست که من که شما بحث میکنم. من که جواب خود دادم، اونم اون جواب است.
که بحث و جر و بحث و ترا که هیچ کس ندارم، که هیچ کس ندارم. و در میراستی بسیار گوش مال آرام است از وقتی که اول جنوری ما در فیسبوک یکان چیز نشتا میکنم، با در کس تفسر نشتا میکنم، سوال میکنن، من گوشه خود در گوشه خود هستم جواب نمیتم. و از این من میره تعهد کردیم که از اول جنوری من دیگه جواب نمیتم، نه در جر و بحث شامل نمیشم. سوالتان اگه از من میکنین، جوابتان هم میگرین و خلاص. بعد میرین از یک کس دیگه پرسان میکنین، اون میگه که نه فرید یونس غلط میگه، اصلش نترست، یا هر کسی که باز قبول کردین. آل دین مثل چیست وارست؟ مثل ذوقای موسیقی وارست. یکی مثلا یک کلاسیک خوش داره، یکی پاپ خوش داره، یکی آریانا سعید خوش داره، یکی احمد ولی جان خوش داره، یکی یک کس خوش داره، یکی یک کس خوش داره. اتونه است که کلگی یک موسیقی را خوش داشته باشه. حالا مسائل دینی هم در جامعه غرب که ما زندگی میکنیم یک نوع نیست که شما یک قسم او را ببینین و یک قسم او را شما بشنوین. جواب من هم دارین، جواب یک کس دیگر هم دارین، از هر کسی که میخواین که بشنوین بشنوین. بله بفرمایید. فرید یونس هستم، تلویزیون جهانی آریانا افغانستان در خدمت شما هستم. السلام علیکم، بفرمایید. سلام دکتر سیمی کرم، چطوره؟ سلام بی بی گلم، شما چطور هستین؟ بفرمایید. سلام آبادتون تابیسی، زنده باشین. بفرمایید دکتر سیمی. یک سوال دارم، امروز شما راجع به نکاب و طلاق یه پا بسدیم. بله. چندی پیش ما در یک برنامه ایرانی ها دیدم که اینا ترجمه کردن، اگر شما میرم بر ما افغان ها ترجمه کنیم که وقتی که نکاب است همیشه در نکاب چی میخوانن؟ چی میگن به اون خانم؟ به اون خانم چی میگن؟ تشکر. برای من جالب بود که اونا گفتن اقسم مانا کردن که از خانم سوال میشه که شما در بدل اقدر پول اقدر این چیزا آیا شما وجودتان بدنتان در اختیار از این مرد قرار میدین؟ باز خانم میگه بله. یعنی امی مانا نکاه امی؟ اینو من براتون از هر تشکر که شما گفتین و براتون میگم، چون بسیار نکار را زیاد بسته کردیم و حاجت به تحقیق نیست. تشکر ببینیم از تلیفون شما. من بر شما گفتم نکاح از نکح آمده، یعنی یک قرارداد بین دو نفر است. منتها در نکاح مهر است برای زن. چرا مهر است برای زن؟ برای از اینکه مردا از زنا سوی استفاده نکنن. در زبان عربی یک لغت بسیار معانی مختلف داره. مثلا می کفر و کفر و کافرون اینا که هست معانی مختلف داره، یک معنا نداره که شما همین کافر گفتین و کلش یک معنا میده. نکام هم معانی مختلف داره. ما مردم افغانستان وقتی که نکام میکنیم میگم نفس نفیسیت به یه آدم میتی یا نه. ما نمیگم که بدنت میتی، ما میگم نفس نفیسیت میتی یا نمیتی در مقابل از این مرد. و مهر بر از این است که امو یک حقوق اقتصادی یک زن محافظه شود، که اگر کدام گپ میشه او یک چهار قران داشته باشه. ببینید که 1400 سال پیش این موضوع مطرح شده، 1400 سال پیش که او یک چهار قران داشته باشه که ایوازه که به خودفروشی و به کارهای خراب و به بیچارگی و به اینا برسه، از امو پول مهر یک زندگی بر خود بسازم و آبرومند زندگی کنم. اما ما که نکاره بسته میکنیم ما نمیگیم که راستی. یک چند روز پیش به ارتباط همی صحبت همی خانم که زنگ زدن، یک چند روز پیش یک بچه از پاکستانی بود بر من زنگ زده بود که من میخواییم که خدمات شما را داشته باشم و نکای ما را بسته کنین. اینطورا و من افتم بسیار خوب در کجا هست و دیگه پا در نیمی شمال کالیفرنیا هست و من خودم باز میایم در اوج من در جنوب هستم و من برش گفتم خود درست است. باز گفته که من همو آیات و همه گیره بر شما. گفت من شیعه هستم. گفتم خوب بر من هیچ مهم نیست، من دا 20 نفر 30 نفر 40 نفر شیعه ها را من نکایشان را بسته کردیم، من هیچ کدام مشکل ندارم. و نه من همون چیزایی که من میخواهیم که شما بخوانین اموارم براتون روان میکنم. گفتم نه تو ضرور نیست که روان کنیم، من 500 نکاره بسته کردیم، من نکاه تو رو بسته میم، ضرور نیست تو بر من چیز روان کنی. با من چی میگن؟ خواهیم چیزایی که تو میخوانی امور بر من کرد روان کن که من ازت ببینم. من گفتم برو یک کس دیگر پیدا کن. برای از این که من در اون موقف اجتماعی نیستم که یک کس دیگر کارهای مرا چی کنه.
تصدیق کنه تایید کنه که گفتم برو یک از دیگه را پیدا کن. جوابش داد. دیگه به ارتباط از بی بی خواهر ما که زنگ زدن در انگلیسی اگر بسیار خوب است میگه It's not what you say, how you say it. It's not what you say, how you say it. چطور تو یک چیز باید بگویی، یک چیز که میگی چطور باید بگویی. خود همین گپ زدن و همین نطاقی و همین پریزنتیشن یا هرچی که میگید همین خودش یک آرت است. یک آدم هست، دکتر هست، درس هم داده چند سال دیگه هم در پشت یک پودیوم استاد میشه، لرزش میگره که چطور یک چیز بخونه، کلش از روی ورق میکنه، نمیتونه، برای زیکی یک آرت است. این حال در مسئله نکاح و ترام وقتی که شما یکی از نکاح مرا ببینین، من استادم ایشون درست موضوعات تشریح میکنم، گپ میزنم، برای دختر میگم، برای بچه میگم. اما این چیز را که بی بی زنگ زن گفتن نه، ما میگم نفس نفیسه تا با نفس نفیسه تا با ای آقا میتی خلاص. از تلفن شما تشکر میکنم. لاینا واز است، 8:12 مانده، اگر که میخواین که زنگ بزنین زنگ بزنین. دیگه اقبال لاهوری بسیار چیزای جالب گفته که برای شما درباره در موضوع یادم چیکار سر سلطان محمود غزنوی و یک شعر سر ظاهر شاه داره، سر محمد ظاهر شاه، مرحوم محمد ظاهر شاه داره در یک کتاب. و جالب است کسایی که به شعر رو ما رشته ما ادبیات نیست، اما ما وقتی که بیکار میشم و خسته میشم و ترا یکان دفعه همین چیزها را این خطاب به پادشاه اسلام اعلیحضرت ظاهر شاه، ای قبای پادشاهی بر تو راست سایه، تو خاک ما را کیمیاست، خسروی را از وجود تو عیار، ستوت تو ملک و دولت را حصار. بسیار بسیار چیزای جالب دارم. دگرگون کرد لادینی جهان را، دگرگون کرد لادینی جهان را، ز آثار بدن گفتن جان را، از آن فقر که با صدیق دادی، بشوری آور این آسوده جان را. اینجا کلمه صدیق را گفتم، یک موضوع دیگه یادم آمد که میجنو اشتا نکده بودم که دگوش شما باشه لطفا. مرکز اسلامی نور در شمال کالیفرنیا سردخانه که ساخته بودن به همت جناب دکتر صدیق پوپل، این سردخانه باز شد و مورد استفاده مسلمان ها قرار گرفته. و ما خواستم که به جناب دکتر پوپل که بسیار زحمت میکشند در مسائل مسجد صدیق پوپل و همچنان همسر گرامیشان بسیار خدمت میکنن، عزیزه جان، برشان تبریک بگویم و به اعضای مسجد تبریک بگویم که ما اینال در شمال کالیفرنیا در قسمتی که ما زندگی میکنیم یک سردخانه داریم. ضرور نیست که ما بریم از سردخانه دیگر کرا بگیریم، در حالی که ما خود ما یک سردخانه داریم و این به همت اعضای مسجد، بورد مسجد و پشتکار بسیار زیاد جناب دکتر صدیق پوپل شد و ما ازشان قلبا تشکر میکنم و از تمام کارکنان مسجد تشکر میکنم که مشکل مسلمان ها را در این موضوع مطلق حل کردن. این شعر صدیق از اقبال خواندم یادم هست. بفرماین، سر خط هستین، فرید یونس هستم، بفرماین. دکتر محترم، من منظور من نبود که بی بی گلم، من گفتم یک دفعه بر شما جواب میتم، من کتی کسی بس نمی کنم، خواهش میکنم. من گفتم که یک دفعه من جواب میتم، اونم جواب من گرفتین خلاص، دیگه من کتی کسی بس نمی کنم. بله بفرمایید، فرید یونس هستم، بفرمایید. دکتر صاحب محترم سلام. بفرمایید. شما خداوند همیش در کمال عزت و عافیت شما را داشته باشید. شما سلامت باشید. من یک کتاب هست به نام یقین دارم از نظر شما شاید تیر شده باشه، شما در این مورد معلومات مختلف دارین، در 1296 که این و مدیر اخبار هرات بود و بعد از او به نام مرحوم مغفور صلاح الدین سلجوقی یک کتاب نشر کرده به نام تجلی خدا
انفس. بله. و این از تصوف خود زخیم کتاب در دو سال چند ورق است. بله. در مورد تصوف تشریحات داره که شما از مکر بهتر میتونین، نه در این مورد انشاءالله پردازی میکنم و نه معلومات فروشی. اگر امکانش موجود باشه دکتر صاحب محترم بیده، اگر بدستاس شما نیست یک ببینید یک دفعه کتاب سال کتاب نایاب است. بله، ما باید من کتاب خانه خود ببینم. من فکر میکنم که همین کتاب دارم، اگر ندارم با آقای نصرالدین سلجوقی در آیلند زندگی میکنن، بسیار دوست نزدیک من هستن و بسیار برشون شدید احترام دارم، به خودشان خانواده ایشان، با اونا به تماس میشم که کدام جلدش باشه که آدم بت اگر که باشه که از افغانستان آدم بخره. چون من بسیار دوست دارم که این کتابا را داشته باشم و از اینکه ایره یاد کردین مرحوم صلاح الدین سلجوقی، خو یکی از بزرگان علم و ادب افغانستان بود و بسیار یک نام شامخ داره در تاریخ افغانستان و در دولت افغانستان، مخصوصا در راستای علم و ادب. تشکر که یادآوری کردین، من این یک معلومات میکنم ان شاء الله. تشکر از شما. برازی از کدوم حضور شما دکتر صاحب محترم برازی که شما اهل کتاب هستید. بله بله بله. که اهل کتاب باشه اون بالکل یک انسانی است که قابل احترام هم است. زنده باشین، شما سلامت باشین. ما عرض ادب و احترام به شما دارم و ما ایره دفتی آینده معلومات میکنم. اول کتابخانه خود را ببینم که من فکر میکنم که شاید داشته باشم و نداشته باشم، حتما ایره من پیدا میکنم و چی میگونم. اما در باره مرحوم علامه صلاح الدین سلجوقی من بسیار زیاد میفهمم و سوانش خواندیم و اینا، و یکی از بزرگان علم و ادب زبان یک کلمه عرض میکنم، امید از زیاد دوشه برای شما. بفرمایید. این 1296 بله. مدیر اخبار ایراد بود در اون زمان، به نام شجاع دولا خان نام شنیده باشه. بله. او در این وقت والی رئیس تنظیمی ایراد بود. بله. او کسی است که نادر خان به قتل رسانده بود. بله بله. و داستانهای عجیب به من قصه کرده که شما تصور کردن نمیتونید. از این آدم بسیار نیک آدم بود. بله. و بسیار بزرگ آدم بود. خداوند تمام بزرگان ما را روحشان شاد و بهشت بر این جاشون باشه. از تلفن شما تشکر میکنم. شما زحمت دادید. خواهش میکنم. زنده باشین، سلامت باشین. بیندگان عزیز و گرامی در سرتاسر جهان و افغانستان، این بود برنامه امروز دکتر یونس شو از تلویزیون جهانی آریانا افغانستان. تا برنامه آینده شما را سه شنبه آینده اگر حیات باقی باشه با خداوند کریم بسپارم. فراموش نکنم که در 21 جنوری از کار ما در این تلویزیون یک سال میشه. یک سال پیش بچه کاکایم نبیل جان مرا دعوت کرد که بیایم و امروز یعنی 12 است در روزباد یک سال میشه که من همراه شما در این تلویزیون هستم و افتخار میکنم که همراه نبیل جان کار میکنم. با عرض ادب و حرمت سبحان رب که رب العزت هم و یسفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. فرید یونس تشکر. ما فرید یونس گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شوست. وطن وطن من شگوفه سخن من که زن و مرد در اسلام از نیروهای مدنی مساوی است. این برنامه سرخ تن وطن کفن